21 سپتامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امولی رحمان پس از افتتاح یک قطار انشاءات تعینات گوناگون با رهبران و فعالان نوحیه لخش ملاقات صمیمی دایر کردند. نخست سرور دولت محترم امامعلی رحمان همه اشتراکچیان ملاقات و ساکنان زحمت‌دوست نوحیه لخش را با جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی تبریک و تهنیت گفتند. در دوران صاحب استقلالی با دستگیری دائمی حکومت مملکت برای حل مسئله های اجتماعی نوحیه لخش و بلند برداشتن سطح نیکو احوالی مردم آن از حساب همه سرچشمه ها زیاده از 1.2 میلیارد سومانی مبلغ خراجات گردیده است. تا 30 سالی صاحب استقلالی در حدود نوحیه 21 لایحه دولتی سرمایه گذاری با مبلغ زیاده از 700 میلیون سومانی عملی گردیده. امروز ها تطبیق باز 3 لایحه دیگر ادامه دارد. علاوه بر این طبق برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی نوحیه برای سالهای 2021-2025 عملی سازی 224 لایحه با مبلغ عمومی 221 میلیون سومانی پیش بینی گردیده است که با تامین نمودن فعالیت منظم انفراستراکچر نوحیه، بنیاد انشاءات اجتماعی، استحصالی و خدمت‌رسانی و تأسیس صدها جای نوی کاری مساعدت میکند. باید گفت که طی 30 سالی صاحب استقلالی از جانب حکومت مملکت برای رشد ساحه راه و نقلیات منطقه رشت 13 لایحه سرمایه گذاری با مبلغ زیاده از 2.5 میلیارد سومانی عملی گردیده، 614 کیلومتر راه و 25 پل ساخته با استفاده داده شده است. از جمله در حدود نوحیه لخش 4 لایحه سرمایه گذاری دولتی با مبلغ 960 میلیون سومانی تطبیق گردیده، در دایره آنها 255 کیلومتر راه و 15 پل بنیاد گردیده است. حالا در منطقه رشت از جمله نوحیه لخش باز 3 لایحه سرمایه گذاری با مبلغ عمومی قریب 5 میلیارد سومانی عملی شده استوده است که در دایره آن 100 کیلومتر راه های اهمیت بین المللی و جمهوریوی 3 نقب و 20 پل بنیاد کرده می شوند و با انجام لایحه های ذکر شده نوحیه لخش مثل دیگر نوحیه های منطقه به مسیر ترانزیت بین المللی تبدیل می یابد. با مقصد بهتر گردانیدن تأمینات اهالی نوحیه لخش سالهای 1991-2020 3 لایحه سرمایه گذاری دولتی با مبلغ بیش از 50 میلیون سومانی تطبیق گردیده، از جمله برای بنیاد و به استفاده دادن نیروگاه برقی آبی پیتاوکول با اقتدار 1000 مگاوات 23 میلیون سومانی روانه کرده شد. طی سالهای صاحب استقلالی در نوحیه 23 بنای نوی تعلیمی برای 7000 جای نشست بنیاد کرده شده. سال روان ساختمان 2 بنای تعلیمی و سینکونه های الوگی با 720 جای نشست مورد استفاده قرار داده می شوند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی نوحیه بهر استفاده ثمرناک امکانات فراهم آورده حکومت جمهوری تاجیکستان جهت تامین زندگی شایسته ساکنان دستور و سپارش های مشخص دادند. رهبران وزارت و اداره های دخلدار و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی نوحیه همچنین وظیفه دار شدند که برای باز هم بهتر گردانیدن شرایط خدمت رسانی طبی اینچنین در سمت فعالیت منظم مؤسسه های فرهنگی از جمله کتابخانه، باغ فرهنگ و فراغت، آثارخانه تاریخی و کشورشناسی و دیگر مؤسسه های فرهنگی توجه دائمی ظاهر نمایند. در آخر پرزیدنت مملکت محترم امولی رحمان با اطمینان ابراز داشتند که مردمی وطن دوست با ننگ و ناموس و متین اراده نوحیه لخش به شکرانه دولت صاحب استقلال و وطن صاحب اختیار در آینده نیز برای حمایت دستاوردهای تاریخی خلقمان سعی و تلاش کرده برای باز هم آباد و پیشرفته گردانیدن دیار خود و تاجیکستان عزیزمان صادقانه و صافدلانه زحمت میکشند. پس از سخنرانی سرور دولت محترم امولی رحمان ساکنان شکرگزار نوحیه لخش برآمد کرده اید بر رشد و پیشرفت نوحیه دوام سالهای صاحب استقلالی و تلاش ها و تشبث های پیشوای معظم ملت جهت شکوفایی این نوحیه دوردست اندیشرانی نمودند.